جنبش سبز در حالی به دومین سالگرد انتخابات جنجالی 22 خرداد نزدیک می شود که از جمله عوامل مهم در شکل گیری این جنبش رنگ سبز آن است که به گفته میرحسین موسوی عامل مهم وحدت و گرد همایی هاست. رنگ سبز ظاهرا خیلی اتفاقی انتخاب شد، اما کم کم به عنوان بخشی از هویت این جنبش مورد توجه قرار گرفت. زمانی که میرحسین موسوی در قامت نامزد وارد عرصه انتخابات شد، شعارش هر شهروند یک ستاد بود. با گرم شدن تنور انتخابات، خیلی زود خلاقیت این ستادها بروز پیدا کرد و اتفاقاً یکی از حامیان سبز را رنگ حامیان موسوی کرد. معنای این پرچم پایبندی به اون عدالتی است که اهل بیت مروجان بودند. ماه دو عالم چه ننازد به با فاطمه دارد به کمال و تمام. فضل نه این بس که تو در عالمی مام حسن گشتی و مام حسین. میر حسین موسوی از خانواده سادات است و سیدها در میان ایرانیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به خصوص اینکه اگر این سید از میان خدمتگزاران به ملت باشد و چه کسی است که میر حسین موسوی دهه 60 را فراموش کرده باشد. در انتهای سخنرانی میر حسین، یکی از دستندرکاران مراسم شال سبزی را که نشانه سیادت است بر دوش موسوی انداخت، اقدامی که با استقبال حاضران مواجه شد. این شال سبز رو به گردن من میاندازند، احساس خاصی دارم از اینکه این پرچم اهل بیت و وظیفه و مسئولیت سنگینی رو بر دوش همه کسانی که این پرچم را در دست دارند میگذارم. شال سبز به سید می آمد. تثبیت رنگ سبز زمانی بود که موسوی به مشهد مقدس می رفت. شهروندان بند سبز رنگی بر مچ دستانشان بسته بودند به عنوان نماد حامیان میر حسین. تشکر بکنم این رو به معنای اراده جشن. چرا از زبه ها نمیگی؟ اون موقعی که اومده کفشتو دادی به من پیاده سردشت خودت اومده تو سر اون آب. من همین زنباز هستم آقای دکتر. کفششو داد به من، خودش پیاده اومد. شما زبون ها نمیشناسن. آقای دکتر یک زنباز 50% سی ماه حضور دست میده. الان پیاده بودم. ما مجموعاً به قضای ارزشی اول انقلاب برگردیم. بندم دکتر نیستم، همین شد که شهر به شهر از این ایده الگو گرفتند. سبزها و سیدها، شال سبز برای همراهان موسوی هم بود، از رهنورد و محمد خاتمی گرفته تا همه آنهایی که با موسوی بودند. به چشم برهم زدنی رنگ سبز رنگ حامیان موسوی شد. در این بین برخی حوادث هم این رنگ را تثبیت کردند، از جمله قرعه کشی نامزدها برای شرکت در مناظره های انتخاباتی در صدا و سیما. قرار بود نماینده 4 نامزد در این قرعه کشی ترتیب و زمان مناظره ها را انتخاب کنند. از ستاد میرحسین موسوی، احمد پورنجاتی و بیژن زنگنه به عنوان نماینده در مراسم حاضر شده بودند. ابتدا مرتضی الویری نماینده کروبی رنگ طلایی را در قرعه کشی به دست آورد و زمانی که بیژن زنگنه گردونه را چرخاند رنگ سبز نصیب موسوی شد، انتخابی که کاملا مناسب بود و در ادامه گسترش رنگ سبز در آن روزها بود. آمیشان در این کشور، در این خاک، در این فرهنگ. حامیان موسوی هر روز بیشتر رنگ سبز را به عنوان شناسه خود در جامعه استفاده می کردند و همین آنها را از طرفداران سایر نامزدها متمایز می کرد. طرفداران محمود احمدی نژاد پس از مدتی به واکنش اعلام کردند ما هم پرچم ایران نمادمان است. البته کمی بعد از انتخابات وفاداری دولتی ها به پرچم ایران مشخص شد، آن هم زمانی که در نشست های رسمی دولت رنگ سبز پرچم ایران به عمد آبی شد. جریان اقتدارگرا که از دست دادن قدرت را پیش بینی می کرد از میانه های اردیبهشت 88 نارضایتی خود را به فراگیری رنگ سبز نشان داد. مدیر مسئول کیهان حامیان سبز پوش موسوی را با هواداران انقلاب های رنگی در اروپای شرقی مقایسه کرد و حتی چند روز مانده به 22 خرداد برخی از مسئولان سپاه که زمینه های دخالت در انتخابات را تدارک می دیدند حامیان موسوی را به انقلاب مخملی متهم کردند.
البته پاسخ حامیان موسوی روشن بود. ابوالفضل فاتح رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی در یک جمله به این اتهامات پاسخ داد که نمادهای ما مذهبی است نه مخملی. با دستکاری در نتایج انتخابات رنگ سبز نه تنها فراموش نشد، بلکه با وحدت حامیان موسوی و کروبی بیش از گذشته این رنگ به چشم آمد. مهندس موسوی در بیانیه‌های نخستین با تاکید بر اینکه رنگ سبز نماد معنویت، آزادی و عقلانیت ماست، آن را عامل وحدت بخش صفوف ملت نامید. در بیانیه پنجم موسوی که 30 خرداد 88 منتشر شد، موسوی نوشت حرکت خودجوش مردم رنگ سبز را به عنوان نماد خیش برگزید. این جانب اعتراف می‌کنم که در این امر پیرو آنان بودم. در همه تجمعاتی که بعد از آن برگزار شد، نماد سبز مهمترین نشانه حضور معترضان بود و این حکومت را عصبانی می کرد. حامیان احمدی نژاد پس از انتخابات ابتدا سعی داشتند با سوء استفاده رنگ سبز را از آن خود کنند و وقتی نتوانستند سعی کردند آن را حذف کنند. 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. محمود احمدی نژاد در اجتماع حامیانش در 24 خرداد بدون اینکه خود از سادات باشد شال سبزی به گردن انداخت. اگر سخنرانی روز اول انتخابات پس از پیروزی آقای رئیس جمهور این سخنانی که یک هفته بعد فرمودند برای که این دولت دولت مرحمت و همکاری، اون روز میگفتن این فتنه نمیشد، اون روز مخالفین را به باد مسخره گرفتن و سیادت را مسخره کردن این حوادث به وجود میاد. عوام فریبی دولت فقط این نبود. آنها که روزی نماد خودشان را پرچم ایران عنوان کرده بودند، بعد از انتخابات رنگ سبز پرچم را هم آبی کردند. به رغم همه این تلاش‌های دولت و حامیانش، رنگ سبز برای حامیان موسوی و کروبی ماند و هنوز هم بخشی از هویت همه آنها که به جنبش راه سبز امید اعتقاد دارند، رنگ سبزی است که ریشه در اعتقادات ملی و مذهبی مردم ایران دارد.